بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه انشاءالله قراره یکی از جمله داینامیک پروتکل ها که به بحث الگوریتم لینک استیت نه دیستانس وکتور کار میکنه او رو بخونیم. او عبارت از چیه؟ EIGRP. خب میگه اول یک تعریف و مشخصات و در کل کلیات و معلوماتی که در طول این پروتکل بعد بفهمیم میخونیم، بعد بین قسمت کانفیگوریشن از این پروتکل. EIGRP مخفف چیه؟ مخفف Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. چی میشه حالت اختصاری؟ EIGRP It is a Cisco Property Enhanced Distance Vector Protocol. این از جمله پروتکل های که توسط کمپنی سیسکو معمولا ایجاد شده و بیشتر روی دیوایس های سیسکو میشه رو از این کار کنه. خب این با اساس چی کار میکنه؟ با اساس دو الگوریتمی که قبلا در رابطه با داینامیک راوتینگ خونده بودین که یک لینک استیت بود و یک هم دیستانس وکتور. این با اساس الگوریتم دیستانس وکتور کار میکنه. یعنی کارکرد از این شباهت با چی داره؟ شباهت با رپ داره، چون رپ هم قبلا خونده بودین. این با اساس الگوریتم دیستانس وکتور کار میکنه که دیستانس یعنی فاصله را میشموره و همچنین وکتور جهت اینترفیس ها را هم در نظر میگیره که به کدو جهت از این فاصله را شماره کنه. خب EIGRP developed to address some of the limitation of the distance vector. بعض limitation ها یا محدودیت هایی که به قسمت distance vector بود، قسمت پروتکل هایی که به distance vector خصوصا رپ بود او را از بین برده. مثلا در رپ یک لیمیتیشن یا محدودیتی که بود تا چند تا هاور میتونه حساب بکنه؟ تا 15 تا. ولی میایم ولی بفهمیم EIGRP تا چند تا میتونه حساب بکنه؟ EIGRP تا 224 تا رابطه رو پشت سر هم میتونه حساب بکنه. پس اون محدودیتی که در رپ بود در پروتکل EIGRP نیه. اگه که ما خواسته باشیم تعداد رابطه های خیلی زیاد داشته باشیم، معمولا پروتکلی که روی رابطه کانفیگور میکنیم پروتکل EIGRP است. خب خصوصیات دیگه که داره میخونیم بازم EIGRP does not really own routing table. این تنها مثل پروتکل رپ تنها یک routing table نداره، بلکه دو تا routing table اضافی تر هم داره. It hold all information که تمام معلوماتی که داره در داخل همون routing table ها از ذخیره است. اون routing table ها از چیه؟ دو تا routing table اضافی یا دیتابیس اطلاعاتی که داره عبارت از neighbor table و همچنین topology table. این دو تا تیبل های اضافیه که در داخل کدو پروتکل کانفیگور شده یا آیار شده یا در داخل EIGRP که قابلیت از این نشون میده نسبت به پروتکل رپ. پروتکل رپ فقط امو یک راوتینگ تیبل دیش که اطلاعات تمام راوترها یا انفارمیشن از اون در داخل از او ذخیره میشد. اما این دو تا دیتابیس دیگه داره، دو تا راوتینگ تیبل دیگه داره که از اونها به بعضی وقتا استفاده میکنه برای از اینه که راوتینگ خود بهترتر انجام بده. اونها عبارت از چیه؟ یکی نیبر تیبل، تیبل همسایه استران معنی میده. این برای چی استفاده میشه؟ اینکلود انفورمیشن سچ از اینترفیس آی پی ادرس، اینترفیس تایپ اند باندویت. این در این راوتینگ تیبل چی ذخیره میشه؟ آی پی ادرس از اون اینترفیس ذخیره میشه، تایپ یا نوعیت از او ذخیره میشه و همچنین بندویت از او اینترفیس. که یک وقتی بله که یک وقتی اگر شما خواسته باشیم بفهمیم تا چی مقدار بندویت بین از او ترانسفر میشه، یک وقت حجم اطلاعات زیاد انبار نشه رو از او، ترافیک نتورک زیاده به وجود نیه، معلومات از او لینک ها به همدیگر فرستاده میشه که ما تمامی مقدار توانایی منه، بندویت محض 512 کیلوبیت یا یک مگابیت بیشتر از او اگه اطلاعات بفرسته حالت اوورلود یا انبار شدن قرار میگیره. اینا بیشتر بین خود خوب چیکار میکنن؟ این معلومات میفرستن که طرف مقابلی که با این در ارتباط میشه و معلومات داشته باشه. دیگه چی خصوصیات داره؟ یا دیگه چی تیبل داره؟ توپولوژی تیبل. این چی معلومات داره؟ کانتین آل در راوتر ادورتایز بای در نیبر راوتر. تمام معلوماتی که ادورتایز میشه یا فرستاده میشه از راوترهای همسایه از او به داخل چی قرار داره؟ به قسمت توپولوژی تیبل از او قرار داره که یک شکل دیتابیسه، یعنی تمام رکورد ها در داخل از این تیبل وجود داره. خصوصیات دیگه EIGRP را اگر بخونیم، It depend on the routing algorithm called diffuse update algorithm. ای که اصلا یک نوع الگوریتم خاص را استفاده میکنه به اسم چی؟ به اسم دوال، که همین دوال گرفته شده از diffuse update algorithm. ای چه کار میکنه یا چه خصوصیات داره؟
این کانسپت یا این متد یا این روشی که استفاده میکنه. این برای از اینه که محاسبه بکنه کوچکترین مسیر که در اون ترافیک کمتر باشه و زودتر اطلاعات بتونه و مقصد برسونه. یعنی پروتکل ERG یا GRP قابلیت های خیلی بیشتر نسبت به پروتکل RIP داره، هم از لحاظ سندرسیف اطلاعات هم از لحاظ روتینگ تیبل هایی که در این وجود داره. با استفاده از این میکانیزم دوال میتونه اطلاعات از مسیرهایی که اینا کمتر وقت در بر میگیره و سرعت از اونها بالاتر باشه اطلاعات بفرسته. میایم به قسمت روی از این تراوتر میبینین که هر وقت خواسته باشه یک روتر بالاتر دیگه اطلاعات خود اپدیت بکنه چی اتفاق میفته که یا چی قسمی اطلاعات بین دو تراوتر رد و بدل میشه. قسمت این قسمت دقت کنیم، روتر یک داریم و روتر دو داریم. روتر یک هلو پکت روان میکنه ولی از اینکه کانکشن خوب با روتر دومی چک بکنه که آیا با او در ارتباط هست یا نه. This is روتر یک who is on this link، کی با ما در ارتباطه، کی به این لینک وجود داره. روتر دومی چیکار میکنه؟ روتینگ تیبل خود میفرسته، اطلاعاتی که مربوط در داخل روتینگ تیبل از او باشه این به روتر دومی میفرسته. علامت تیره کار نگاه کنه، Here is the routing information، این معلومات روتینگ منه یا این روتینگ تیبل منه، بگید در روتینگ تیبل خود خود اپدیت بکو و مر بشناس از یه بعد. بعد از اینکه این اطلاعات رو گرفت و تقییم از اوباره از رو چی روان میکنه؟ اکنالجمنت روان میکنه، یعنی این سیکیوره، UDP نیه که همی حالت برودکست خور بکنه خواه کسی بگیره یا نگیره، به تقییم از اوباره از رو اکنالجمنت روان میکنه. Thanks for your information، تشکر از این معلوماتی که برای ما فرستادین. بازی روتینگ تیبل خود روان میکنه به یه روتر پلو خود. Here is the routing information، این روتینگ تیبل منه یا معلوماتی که در داخل روتینگ تیبل من وجود داره. باز از طرف از این با پس یک اکنالجمنت برای از این فرستاده میشه. این در کل برای از اینه که یعنی من معلومات از طرف شما گرفتم و شما در لینک خود دارم، یعنی ارتباط بین ما و شما برقراره. این رد و بدل کردن معلومات ببینید، یکی اولی خو یک هلو مسیج فرستاد، این اطلاعات خو برای از این فرستاد یک اکنالجمنت داد، حالی اطلاعات از داخل روتر دو به داخل روتر یک ذخیره شد. میاییم به یکی بعدی، حالی این روتر یک باز اطلاعات خو میفرسته به روتر دوم که من این روتینگ تیبل رو داخل خود دارم، این نتورک ها داخل من کانفیگور شده یا داخل روتری که من از استفاده میکنم. وقتی این روان میکنه باز روتر دو مجبوره برای از اکنالجمنت بده که یعنی من اطلاعات رو گرفتم، که اطلاعات رو گرفتم ولی اونا رو اپدیت کردم داخل روتینگ تیبل خو. مثل یک قرارداد به شما میکنم، از شما یک ریپلای میگیرم، با شما با ما قرارداد میکنیم، بازم یک ریپلای میگیریم. در واقع همین کانسپتیه که این روترام رد و بدل میشه. حالا این معلومات چی وقت رد و بدل میشه؟ After the initial exchange، زمانی که این معلومات اولیه رد و بدل شد. Routing update are only sent when the router metric change، زمانی که این معلومات اولیه رد و بدل شد دیگه رد و بدل اطلاعات دیگه لازم نیه، مگه اینکه تغییرات ایجاد بشه. مگه اینکه تغییرات ایجاد بده بشه، روتینگ تیبل از اون تغییر بکنه، نتورک های جدیدی بده از اون اضافه بشه، دیستانس وکتورها یا فاصله متریک از اونا تغییر بکنه، از 2 به 3 انتقال پیدا کنه، از 3 به 4 و همین ترتیب، اون زمان با پس یک اپدیت بین هم میفرستن. این بود کانسپت کاری که بین دو تا روتر چی قسم اطلاعات رد و بدل میشه. حالا میایم به قسمت کانفیگور کردن خود از پروتکل EIGRP. این USB و این RIP هیچ فرق دیگه نداره، فقط در چی فرق وجود داره؟ در همین وجود داره که شما خواسته باشین وقت کانفیگورشن روتر RIP ما نوشته میکردیم برای کانفیگور کردن RIP، برای USB نوشته میکردیم روتر USB، ولی برای EIGRP نوشته میکنیم روتر EIGRP دیگه. همو گفته این، ببینید به قسمت دقت کنید، فقط همو نتورک هایی که مستقیم به همین روتر موصله همونا داخل خود روتر معرفی میکنید. بعد از روتر همون روتینگ تیبلی که برای معرفی شده بود میفرسته به روترها پلو خو، به همین ترتیب اطلاعات از اینا اپدیت میشه. حالا میایم وقت کانفیگوریشن نوشته میکنیم روتر RIP و یکی دیگه وقت RIP کانفیگور میکنیم اتم و سیستم نمبر به کار داره. ما قبلا اندک معلومات پیدا کرده بودیم در رابطه با اتم و سیستم، گفتن در واقع چیه؟ مجموعه از شبکه ها زیر مدیریت یک سازمان به نام چی یاد میکنن؟ به نام IS برای از اون میگم، یا اتونوموس سیستم. نمونه یا مثال یک کمپانی بزرگ یک ISP میشه یک اتونوموس سیستم. حالا اینا در جهان ان نمبر دارن،
مثلا اتونومس سیستم یک داریم، دو داریم، سه داریم، صد داریم، دوصد داریم، نه هر کدوم از این اتونومس سیستم ها یک نمبر دارن، به اساس همون نمبر خوب قابل شناختن برای جهان. پس ما وقتی ای جی آر پی کانفیگور میکنیم، این ممکنه بین نتورک های متفاوت رد و بدل بشه، پس حتمی باید برای از این اتونومس سیستم نمبر از این مشخص بسازیم. پس وقتی اینجا نوشته کردیم ای جی آر پی و بعض رو نوشته کردیم یک ای اتونومس سیستم نمبر از این نشون میده که در داخل ای اتونومس سیستم ای کانفیگور شده برای از این که در تینکیبل خود اپدیت بکنه. نتورک هایی که مستقیم به وصل معرفی میکنه، نتورک ده به وصله، نتورک سی برای وصله، این همه سابق نتورک هایی که به مستقیم وصله در داخل خودی رو معرفی میکنه. مثلا نتورک ده، نتورک سی و نتورک 192 به اون روتر وصله. بعد میایم داخل روتر دومی هم همین کار رو میکنیم، نتورک هایی که به اون مستقیم وصل باشه میریم برای از اون روتینگ تیولی رو معرفی میکنیم. خب میریم این شکل ببینیم او دیاگرام یا او گفتهایی که سلاید قبلی داشتیم نظر به این دیاگرام هایه. آره دیاگرام ها اول یک روتر بود، بعد دو تا شد، بعد سه تا شد، حالا رسیده به چهار روتر که ما این روتینگ تیبل یا روتر کانفیگور کردن یا روتینگ کردن در کل بین چهار روتر رو بفهمیم که فرقی نمی کنه. کسی که یکی اول کار کرد دوم کار کرد بین ده تا هم که باشه کار میکنه. به قول شما این نیاز هم نیه، منطقی حالت به نام چیاد میکنم این میگن دوبل لینک. حالت یک اگه وقتی این لینک مشکل داشته باشه با این جگاه ترافیک وجود داشته باشه نتان اطلاعات بفرسته، رای دگیه که از این طریق میتان اطلاعات خود رد و دل بکنه. به همون خاطر هم وقتی شما اطلاعات میفرستیم یک مسیر وجود نداره برای فرستادنیو، ده ها مسیر وجود داره. حالا این روتره که تشخیص میده که کدوم مسیر سرعت بیشتر تره و کدوم مسیر ساده تره برای فرستادن اطلاعات. او روتر خود نظر به ما الگوریتمایی که داخل کانفیگور میشه او قابلیت رو روتر میده. خب میایم به یه قسمت دوی همین روتر کدوم نتورک ها وجود داره، یکی نتورک ده وجود داره، یکی نتورک سی میبینیم به این اینترفیس و یکی هم نتورک سر افتاده دو. این ستار باید داخل از این روتر ما بریم کانفیگور کنیم. داخل از این روتر باید کدوم نتورک ها معرفی بشن، نتورک ده و نتورک صد. داخل از این روتر نتورک صد و نتورک بیست. ببینیم این اینترفیس از این نتورک بیسته و سر افتاده دو هم هسته. بعدی داخل از این روتر نتورک بیست معرفی میکنیم و نتورک سی. یعنی چیز دیگه هم به شما بگم، هر وقتی ما این دو تا اینترفیس روتر رو با هم کانفیگور بکنیم از این رنج آی پی ادرس داده نمیتونیم. اگر بدیم به شما جا در جا میاره اوورلپ. یعنی چی؟ یعنی اگه ما به همین اینترفیس روتر به یک که به این اینترفیس رو دادم c.1.1.2 اگر برای از یک کم میدادم c.1.1.3 قبول نمیکرد، میگفت این اوورلپ میشه به همراه اینترفیس دیگه روتر. پس هر وقتی که دو تا اینترفیس روتر آی پی میدیم خصوصا سریالا اونا باید از رنجای متفاوت آی پی بدیم، یعنی از این رنج و از این سبنت قبول نمی کنیم. خب میریم شروع میکنیم به کانفیگور کردن همین و بحثی که داریم و همین قسم یک دیاگرام شروع میکنیم به ایمپلمنت کردن. بعد از او جلسه ها بعدی اتونومس سیستم و جزئیات بیشتر در تبع او بازم میخونیم این و باعث داریم و اتونومس سیستم چیه و خیلی حرفای دیگه و سلایدهای بعدی داریم. خب از این اسکیپ میکنیم، بعد میرم به قسمت کانفیگور کردن خود از این روتر و از این دیاگرامی که ایجاد کردیم. خب ای آی جی آر پی روی کلیک میکنم، یک نتورک دیاگرام قبلا هم ساختیم برای از اینکه وقت کمتری در بر بگیره، چون اگه ما خواسته باشیم یک دیاگرام بسازیم حداقل همین نیم ساعت اولی به قسمت ساختن دیاگرام اینا مصرف میشه. پس بهتر همینه که دیاگرام های ساخته شده داشته باشیم و اصلا بریم به قسمت کانفیگور کردن خود روترهایی که در اون دیاگرام وجود داره. خب اینو بزرگتر میسازم. این همین دیاگرامی بود که قبلا به شما توضیح دادم و این چهار روتر داریم. حالا ما این روتینگ با استفاده از پروتکل AIGRP رو از اینا کانفیگور کنیم و بعضی روتینگ رو انجام بدیم، پکت ها سند بکنیم، بین از اینا انتقال پیدا میکنه یا نه. خب پیش از اینکه اون کارو بکنیم من اول پکت یا اطلاعات سند میکنم رو از اینکه رو از یک بین از این روتر و از این روتر سکسسفول، چون اینا نتورک نال فعلا یکیه. رو از این رو از این پی سی و از این روتر بازم سکسسفول، چون بازم مثلا روتینگ کردیم اونا رو اول از بین میبرم بعد دوباره کار میکنیم. رو از این پی سی و از این روتر
بازم سکسسفول، چون اینا قبلا روتینگ شده، باز مال روتینگ از اونها از بین میبرم یا جی آر پی رو بعضو شروع میکنم به کانفیگور کردن از سر، روی از این کلیک میکنم و بعد از اون میگم روی از این پی سی این پروسس فیل، بعد از اون دوباره این دفعه ممکن اپدیت بشه، اپدیت شد و هیچ مشکلی هم دیگه وجود نداره. خب ولی داخل از این کانفیگور شده، ما این بفهم که داخل این روتر چی نو پروتکل روتینگ کانفیگور شده، بعد چه کار بکنم؟ از کجا بفهم به از این ریپ کانفیگور شده، او اس پی اف کانفیگور شده، ریپ ورژن 2 کانفیگور شده، ای آی جی آر پی کانفیگور شده، چی کانفیگور شده؟ میریم به قسمت خود روتر کلیک میکنیم، به قسمت سی ال آی یا کامن لاین انیبل میزنم، بعد میرم به قسمت پرولیج مود میگم شو چی آی پی روت، شو آی پی روت یعنی همون روتینگ تیبل یا الگوریتم روتینگی که در رو کانفیگور شده ما نشون بده، انتر میکنه. دلیلی که یعنی از روتینگ میکنه و هیچ مشکلی نداره چی روی از کانفیگور شده؟ او اس بی اف کانفیگور شده. گفتیم اگه او باشه یعنی او اس بی اف، اگه هار باشه یعنی ریب، و اگر اس می بود یعنی حالت استاتیک بود، اگر اس علامت ستاره می بود و حالت دیفالت روتینگ باز بره از میگن. اینا شکلایی که وقت روتینگ میکنیم به قسمت به شما اون سمبولای و علامتات میاره که شما بفهمید. پس حالی من میفهم رو از روی OSPF کانفیگور شده و میرم رسان OSPF رو از بین میبرم. خب رو همین روتر که هستیم قسمت میرم کانفتی یا کانفیگوریشن ترمینال، اشتباه شد و فعلا به اون حالت تعلیق قرار داره تا اون 55 ثانیه از این تکمیل بشه و اجازه بده به ما که پس کانفیگوریشن روتر کار بکنیم. خب وقت کانفیگوریشن روتر او اس بی اف کانفیگور میکرده نمیشه میکردیم روتر ریپ همیتونه روتر او اس بی اف، پس آنها لعه خواسته باشیم از بین ببریم نمیشه میکنیم یک نو اضافه میکنیم نو روتر او اس بی اف، بعد از او بعد نتورکیل ببینیم مشخص کنیم سعی کنیم از ما میخوایی یعنی وایلد کارد ماسکیور مشخص کنیم سعی کنیم میخوایی یعنی اگر نخواست که بهتر، اگر خواست بعد اینا رو مشخص کنیم و همچنین ایریا از این بعد مشخص کنیم که این جز همه ایریاه. خب میرم دوباره می نویسم قسمت کانف، حالا از اون حالت آمده بیرون کانف تی یا کانفیگوریشن ترمینال نو روتر او اس پی اف انتر میکنم، حالا میگه این کامپلیت کامند، این کامند شما کامپلیت نیه، این بعد تکمیل کنیم تا این کار صورت بگیره. خب میرم به قسمت چی باید بنویسم؟ خب ولی علامت سوالیه بنویسیم، فرض کنید شما یاد نداریم چی بنویسیم، چی میگه؟ میگه پروسس آیدی از این مشخص بکن، ولی بعد بفهمید که پروسس آیدی که قبلا برای از میدادین یک بوده نه، حالا انتر میکنم از بین دفت، حالا یه از بین دفته. خب حالا میدونم ساده قسمت این دمیزنم و باز میرم با پرولیج مود، باز میگم شو آی پی روت که ببینم واقعا حالا از بین دفته یا نه. ببینیم از بین برفته، او قبلا روتینگ تیبل ما اینجا او بود یعنی او اس پی اف توی کانفیگور شده بود در حال که حالی نداره. خب پروسس آیدی که داده مثلا ما بود نایه یا ایریا نه، ایریا یک چیز بود، پروسس آیدی اول بود بلد. پس میریم به یه قسمت روی کلیک میکنیم قسمت سیل آی ایرم از بین میبریم انیبل کانف تی و بعض رو میگیم نو روتر او اس پی اف، بعضو هم ای هم یک بود، بعضو هم این، بعضو هم میگیم شو آی پی تستر کار میکنم اینا دیگه او اس پی اف پروسس نمبر هم یک بود. شما نرگیم کمی شو آی پی رو تا چه نمیزدی از راست دگه جای شما. خب ولی میگیم شو آی پی روت نه او اس پی اف، شو آی پی روت انتر میکنی. حالا ببینیم در این هم از بین رفته و این هم کانفیگوریشن روتینگ و فعلا ریسیت شد. میایم داخل از این روتر، این روتر ببینیم چی کانفیگور شده روی از این روتر. انیبل میزنم انیبل، بعضی هم کانف، اینا دقت کنین که دیگه اساس شما روتینگ قوی داشته باشیم، به هر جا که داخل روتر میشیم راحت بفهمیم که کدوم و چی کاره انجام میشه. خب میرم به این قسمت، پیش از اینکه این کارو بکنم باشه ببینم داخل از این اصلا کانفیگور شده که ببرم اون کارو بکنم یا نه. میرم میگم شو آی پی روت، شاید از مسیر
شاید از مسیر شو آی پی رود انتر میکنید. اصلا برای از هیچی کانفیگور نشده، میبینیم برای از هیچ کانفیگوریشنی نشده که پس ما بریم اون رو از بین ببریم، پس این رویتر هیچ چیز ندیش. حالا میدم قسمت کانف تی یا کانفیگوریشن از این چیل قراره کانفیگور بکنه ای آی جی آر پی بیتره که این رویتر رو همیت صورت بگذارم بعد برم یک کرم از بین ببرم، هم یک مرتبه همیگه شروع کنیم به کانفیگوریشن. این هم انیبل نوشته کنیم بعد کانف تی به قول شما باشه این دمیز شو میکنم شو آی پی راوت ای هم نداره پس از ای هم از بین دفته. خب از چهار روتر ما دیگه از بین دفته، حال پکت ها خستین میکنیم بین از ای پی سی و از ای روتر فیل از ای پی سی و ای روتر بازم فیل. حالا شروع میکنیم به کانفیگور کردن خود روتر، از یک قسمت شروع میکنیم از امی قسمت میرم به قسمت کانف، چون از یک سر شروع کنیم که به شما بفهمیم کجا کانفیگور کردیم چی کانفیگور کردیم. کانف تی بعد از چی باید نوشته کنیم روتر. ببینید این علامت سوالیه می نویسم بی جی پی بمون در زیر کانفیگور نکردیم بورتت گیت فای پروتکل جلسه بعدی انشالله. ما پروتکل ریپ کانفیگور کردیم، ریپ ورژن 1 و ورژن 2 و SPF کانفیگور کردیم، ای جی آر پی جلسه کانفیگور میکنیم. خب پس بعد نوشته کنم روتر ای آی تاب میزنم ای جی آر پی انتر کنم، باز میگه این کامپلیت کامند. خب پس دوباره میارم علامت سوالیه را مینویسم بعضی چی میگه؟ میگه اتونوموس سیستم نمبر تو اینجوری مشخص بکن. پس بعد به پروتکل ای آی جی آر پی اتونوموس سیستم نمبر مشخص بشه، یک یا دو یا سه هر چیزی میتونید از بین عمل اینج مشخص کنید. خب بیتر همینه که یاد ما بمونه یک دادیم. خب ای آی جی آر پی یک بعد رو چکار بکنیم؟ بعد نتورک ها بعد بریم معرفی کنیم، ساده نوشته میکنیم نتورک. خب نتورک هایی که به این مستقیم وصله، حالا بیاییم ببینیم کدوم نتورک ها هست و برای از این بریم معرفی بکنیم کدوم نتورک هایه. یک نتورک 192 268 داد یکه، نتورک 192 268 داد یک داد دا صفر به تقیبیو. خب انتر میکنم ارور نداد پسی اضافه شد. دوباره نتورک بعدی، نتورک بعدی چنده؟ ببینیم نتورک دیگه که به این مستقیم وصله ده. وقتی نتورک میگیم یعنی قسمت هاست ما کار نداریم، ده داد صفر داد صفر بری معرفی میکنیم. انتر میکنم نتورک سومین معرفی میکنم، میتونم از اروکی بالا استفاده کنم، این خیلی رو کار ما ساده میکنه و سری اروکی بالا میارم. خب نتورک بعدی ببینیم این اینترفیس از این رویتر چنده؟ سیه. اینیه این رویتری بیده از قبلا یکه. خب چنده؟ سی داد صفر داد صفر داد صفر انتر میکنیم. صد تا نتورک از این برای معرفی کردیم دیگه کار ختم شد، اگزیت هم میزنیم از این میاییم بیرون. این دیگه کار ختم شده، این روتر کار ختم شد. روتر بعدی نتورک هایی که به چیز به آنفی هایی که به روتر میدیم اینا معمولا روتر ارتباط بیرون چلی به این پرایویت میدیم آی پوبلیک بردیم خال ما داده شما میتونی پابلیک بدی، فقط حالت مثلا امتحانی یا میتونی مثلا تناره تنای پی که پابلیک دیه همین 10 یک از اینجا پرایویت است، 30 مون پابلیک، 20 مون پابلیک، 100 مون پابلیک، دیگه دیگه میگی پابلیک. یک آی پی رو هم بدید به شما پرایویت داده، یعنی مشکل نیست. خب ولی وقتی روی روتر کانفیگور میشه آی پی ها پابلیک، میتونیم روی یک روتر آی پی پرایویت هم بدیم به شرطم باز تمام اطلاعات از این از طریق یک آی پی پابلیک عبور بکنه، یعنی این هم هست. یک موضوع یک اون پابلیک چه آی پی پابلیک نداشته باشه وقتی که اطراف کامپیوتر دیوائس ها که میره بود او باز نمیتونه سپورت کنه برای بود در نمیتونه آخه درسته او سپورت نمی کنه، او هم روان میکنه باز به کلانتر از خود، یعنی برای تره که پشت سر از اینو پابلیک باز او کار میکنه، یعنی مشکل نیه. مثل این روتر دارم یک ادمنستریتور هستم به یک جا فقط یک آی پی پابلیک دارم، به نظر شما لازمه 29 تا دیگه هم بخرم؟
نه لازم نیست. یک بله. یک خودش داره این بمب استفاده 29 تا دیگه هم کل مسیر از با استفاده از اون یک آی پی پابلیکی که داریم میتونیم انجام بدیم. خب به یه قسمت دقت کنیم وارد از این روتر میشم. این روتر ده داره و نتورکای 100 به این وصله. روی از این که کلیک میکنین کانف تی بعد از اون میرم برای از این نوشته میکنیم روتر ای آی جی آر پی پروسس نمبر از اتونوم سیستم نمبر یا یک نتورکایی که به این وصله نتورکی و چنده یک نتورک ده دات صفر دات صفر دات صفر انتر میکنیم. ببینین مجرد او کار کردین به اینجوگاه به شما چی آورد گفت یک سعی کنیم چیز به شما میگم چی میگم دقت کنیم اولی به شما یک کانسپت گفتیم به اسم دوال سعی کنیم چی میگم این کار انجام شده شما میگیم به یک وای پیادسه میگه که یا کانسپت دوال انجام شده نیبر خوربه شناخته و از طریق پروتکل ای آی جی آر پی نیبر از اکینه این میگم اولاف شده یه اولاف نیه اولاف وقت های بیدادن رو بتاره و مجرد ایک یه زدام اینجا در جامسای خب بشناخ رو تنگتیوال نا و این هم در دمدر شده چی؟ امیت همسایه داره در دادیگ خب بعضا هم گفته این از طریق کدو اینترفیس خوشنافته از طریق سریال خب ولی میریم یک کار دیگر هم میبینیم که همین کار صورت میگیره نتورک بعدی از این چیه؟ نتورک چنده؟ صد دا صفر دا صفر دا صفر انتر میکنیم از این هم اگزیت میشین این هم اند میتونیم این بسته کنیم دیگه بسته تا این مقدار از این ای روتر هم بین از اینا دیگه ولی ارتباط برقرار شده میریم دو از این روتر همون چیزا رو برای معرفی کردم یا اشتباه شده نه ده و صد درسته روی کلیک میکنم میریم قسمت کانفیگوریشن ترمینال کانف تی کانفیگوریشن ترمینال خب بعد چی می نویسیم؟ روتر ای آی جی آر پی بعد از او هم اتونوم سیستم نمبر از یک بعد از او چی رو مشخص می کنیم؟ نتورک نتورک هایی که مستقیم به او وصله ولی ما بگیم یک نتورک 100 و یک هم نتورک 20 ما به این قسمت یک و یک اینا کار نداریم چون کلاس ایه فقط پرشن اول یه گرفته میشه. نتورک های هست 100 دات صفر دات صفر دات صفر انتر میکنیم خب شناخت حالی میبینیم باز روتینگ رو انجام میدیم دوباره میرم نتورک دیگر بررفی میکنیم برای نتورک دیگر چند بود 20 دات صفر دات صفر دات صفر انتر میکنیم دیگر هم نتورک داره یا نه ببینیم نتورک سرافته دو هم هسته که به انترفیس فصل ایدرنتی وصله پس این نتورک رو معرفی میکنم برای از روتر چون اگه باز اون معرفی نکنم اگر اون معرفی نکنیم این نتورک باز در روی در ارتباط شده نمیتونه نتورک چند صد افتاده دو نتورک ها نشان نمیده که بکنیم پور تحضیح وصل داخل روتر نشان میده روی خود روتر برای بگیریم صد افتاده دو داد شانزده داد صفر داد صفر انتر میکنم ببینیم میگم نشون میده یا نمیده ها اشته نشون نمیده این دمی نویسین ایرم بسته میکنم ببینیم هر روتری که ما این بفهمیم کدین و اینترفیس های کانفیگور شده روی قرار گیریم ببینیم 172 حالت اپر داره 172 دا 16 نتورک 100 هم به این وصله که اپر از طریق سریال 2 نتورک سریال 3 از 20 داد 1 داد 1 پس به شما نشون میده شما میفهمیم کدین اینترفیس ما چینه و آی پی ادرس رو از او کانفیگور شده خب این روتر هم کانفیگوریشن و ختم شد و آخرین روتریم نه یک نتورک 20 برای از این معرفی شده یا یک هم نتورک 30 از کدوی اینترفیس ها این ببینید یک اینترفیس سریال یکم سفروم که IP 30 برای معرفی شده و یک هم سریال یک سومه یک دوم که بازم برای از این نتورک 20 معرفی شده داخل خود از این روتر میشم بعد میگم روتر رپ چون به قسمت کانفیگوریشن موده روتر EIGRP اتونوم سیستم نمبر 1 چون 4 5 تا روتر اینا کمه داخل یک اتونوم سیستمه داخل یک اتونوم سیستم 10 تا 20 تا یا 30 تا نظر به مو کمپانی میتونه روتر وجود داشته باشه
اگر رپ رو از این کانفیگور می بود این سپورت نمی کرد. بعد زمانی که ای آی جی آر پی کانفیگور باشه تا 224 تا روتر هم دیگر رو می شناسه. میتونیم بدیم زمانی که اتونومس سیستم ها شما متفاوت باشه. بس جلسه بعدی اتونومس سیستم نمبر رو می خونیم و خیلی جزئیات می فهمیم در طب اوکیو چی هست چی کار می کنه. خب ای آی جی آر پی یک یا اتونومس سیستم نمبر یا یک نتورک هایی که برای از این معرفی می کنیم چی هسته بگین؟ یکی 20.0.0.0 انتر میکنیم. دوباره نتورک بعدی معرفی میکنم. نتورک بعدی چیه؟ نتورک 30.0.0.0 انتر میکنیم. خب از این اگزیت میشین، از این هم اگزیت میشون. حالا میریم به قسمت کانفیگوریشن هستی که ببینیم آیا کانفیگور شده کار میده نمیده. این خوابو لینک کردم نبود که ما بفهمیم که چی کار بشد چی کار نشد. بعد میگم شو آی پی روت روت انتر میکنیم. هنوز هیچ چیز برای از این نامده و هیچ اپدیتی بین از این ها صورت نگرفته. گیتوی آف در لست ریستور از نات سیت. یک چیز دگه یک کار دگه کنم IP 20 پورتام داده شده. خب ببینیم یک چیز دیگه هم شما قبلا خونده بودیم. روتر IP داره، روتینگ رو از این کانفیگور شده. چرا اینا با هم دیگه در ارتباط نیام و چرا اینا تو نیست؟ ایریال استفاده شده. آخه ببینیم نوشتدان که نباشه پورتی سرخ اصلا، ولی پورت هم سر سعی کنه دقت کنه پورت سبزه، آی پی ادرس داره، روتینگ پروتکل رو از این کانفیگور شده، اما روتینگ نمیکنه، روتینگ تیبل کو نمیشناسه به کار دیگه سعی نمیکنه. دلیلی چیه؟ معرفی کردیم دیگه. همین روتینگ تیبل یعنی معرفی کردن. یه گپ خیلی خاصیش که به شما گفتم سیگنال جنریتور فلو کنترل بین دیتا روتر هم چک میکنه. کلاک ریت پس برای از این روتر کلاگریت داده نشده. اتمی اتمی برای از این کلاگریت داده نشده. اگه کلاگریت داده میشد سیگنال ها به این از این ها رد و دل میشد و این دوتا هم دیگره میشناختم. چون این نظر به شکلی که جلسه پیش دیدیم میبینیم برای از یانوس کلاگریت ندادم، یا اون شکل ها جلسه پیش بود یک روتر برای او اضافه شده فقط. به یک کلیک میکنم بعد به قسمت کانف کانفتی یا کانفیگوریشن ترمینال. از کجا خواسته باشیم برای از این معرفی بکنه؟ کلاگریت کار میکنه به اینجگاه؟ نه. بعد وارد انترفیس شیم. انترفیس سریال. حال سریال چندم میریم به یه قسمت سایی میکنه کمی روتر ما چینو انترفیس هایی داره. یکی انترفیس سریال یک سفرون داره و یکی یکم داره. وارد از دوتا میشیم و برای از اینا کلاگریت وضع میکنیم. خب سریال یک سلاش سفرون. چون اگه رو وارد میکردیم اشتباه ممکن وارد میکردیم. خب بعد از اون کامند کلاگریت میزنیم RTE انتر میکنیم. حالا میگه این کامپلیت چرا عدد ندادیم؟ کلاگریت چند بدیم؟ مثلا میگیم 64000 64000 یا زیادتر از اون. کلاگریت هم برای از این دادیم نوشتدون هم خواهد قبلا بود. بازم یک دفعه دیگه ما یک نوشتدون دیگه میکنیم. این خب مشکل از این حله. خب تری کنیم چی گفته؟ خب پیر پس بسته میکنم از این روتر دیگه ما ختم شد کار ما. یعنی از مونده قسمت لینک دیگه از این کانفیگور نکردیم. از این اگزیت میشم میرم پس دوباره وارد انترفیس میشیم. انترفیس سریال یک سلاش یکم انتر میکنیم. باز برای از این کلاگریت میدین کلاگ رید 64000 یا زیادتر هم مشکل نداره. تا 72000 اینا میتونیم بریم و حتی زیادتر از این. کلاگ رید داره از این میتونیم نوشتدون هم بزنیم. نوشتدون گرچی حالا ببینیم دوال به این هم کار شد پیش از اینکه ما برامو بنویسم. حالی گفته ای آی جی آر پی رو از این کانفیگور شده. خب باز میریم چک هم میکنیم همین جا در جایی چیز برای ما آورد. خب کامند نوشتدون رو هم زدین. بعد میگم end
رسن مر ببره پرول اجمود بعد بگم شو آی پی روت انتر کنم. خب دقت کنیم به اینجا فقط دو تا مستقیم به این وصله، یکی سیه و یکی هم این دوتایی که سیه یعنی دایرکتلی کنکتید به همون روتر، یکی آی پی 20 داره از طریق کدو انترفیس به وصله از طریق انترفیس سریال یکم و یکی دیگه هم مستقیم که بده از وصله آی پی سیه مستقیم به وصله. دو تا دیگر یا سه تا یا چهار تا دیگر نتورکر از طریق چی گرفته؟ از طریق کانسپت دواله که در EIGRP بود که گفته این متد یا روشی برای رتبدل کردن روتینگ تیبلا بین روترهایی که وجود داره و با استفاده از این میکانیزم از این متد کوتاه‌ترین راه پیدا میکنه برای از اینکه روتینگ تیبلا بین روترها اپدیت بکنه و انفارمیشن بین از اونها رتبدل کنه. بدیدیم ما مجرد یا نوشده و نمیزدیم یا حالت کلابریت وزن میکردیم جا در جب شما یک ریپلای میامد و کانفیگوریشن انجام میشد. پس خیلی حالت قوی داره، زود شما دیتکت میکنه و انفارمیشن برای شما سن میکنه. پس رو از چی کانفیگور شده؟ رو از EIGRP کانفیگور شده و میکانیزم بیان که استفاده میکرد دوال بود. این میکانیزم یا این روش چکار میکرد؟ کوتاه‌ترین راه پیدا میکرد برای سن کردن اطلاعات به روترهای دیگه. این روتینگ تیبل ها از این طریق گرفته. ببینیم کلن معلومات را میاره از طریق کدو انترفیس که او اطلاعات را گرفته ساعت چند کل مشخصات را به شما میاره از طریق کدو انترفیس. انترفیس را دقیقا به شما مشخص میسازن. خب این روتر رو بس نمی کنیم. بعد میاییم داخل از این روتر اولی که دیشتیم به قسمت انیبل نمیشته می کنم. بعد میریم به قسمت شو آی پی روت انتر می کنم. حالا ببینید در داخل از این روتر هم کانفیگوریشن ها اپدیت شده و پروتکل EIGRP کانفیگور شده و روتینگ تیبل ها از داخل دیگه روتر ها میبینیم برای از این اپدیت شده، چون چهار تا ما روتر داریم، هشت تا انترفیس داره، هر کدوم برای از اینا معرفی شده که نمی نتورک ها هست و همینا رو بشناس. نتورک 172 میشناسه، نتورک 192 میشناسه، نتورک 100 میشناسه، نتورک 30 میشناسه، 20 میشناسه، نتورک 10 میشناسه. حالا روتینگ تیبل ها اینا بین خود خود اپدیت کردن. خب پس این کلوز میکنم بسته میکنیم این فایل میریم داخل از این روتر دیگه. بعد از چند ثانیه یک چیز دیگه به شما بگم، اگه یک دقیقه دیدی قبول کانکشن روتر شما در تغییرات نیاد جا در جا پس میره حالت یوزر مود میره. نمیشه میکنیم انیبل بعض رو قسمت شو آی پی روت شو آی پی روت می نویسین انتر میکنیم. رو از این همون کانفیگوریشن ها شده دو تا مستقیم وصله دو تا لینک بره از اون، یک صد مستقیم وصله و یک دیگه هم ده. کال وقتی دو از این روتر هم برین کلیک بکنیم ببینیم یک نتورک صد دو مستقیم وصله و یک دیگه هم نتورک ده. این نتورک ده دومی و این نتورک های سی و بیست و صد و صد افتاده دو همیگی از طریق پروتکل EIGRP اطلاعات خود گرفته و از میکانیزم دوال استفاده میکنه، چون کمترین وقت در بر میگیره و بیشترین سرعت داره. خب حالا اینا همگی با هم در ارتباطن، میریم پکیج سن میکنیم ببینیم مشکل داره یا باز هم مشکل نداره. مشکل دیگه انشالله باید حل شده باشه. روی از این کلیک میکنم روی از این روتر، چون مستقیم وصله سکسسفول موفقانه انجام شد. روی از این پی سی و از این روتر بازم در حالی که قبلا این کار صورت نمیگرفت چون روتینگ تیبل روتینگ پروتکل رو از اینا کانفیگور نشده بود، رو از این پی سی و از این روتر بازم موفقانه، بازم این دلیت میکنم رو از این پی سی و از این روتر کلن دگال رد و در اطلاع صورت میگیره. رو از این پی سی و ای پی سی کلن وجود داره. این یه دفعه دیگه سن میکنم چون پایین تر بود و ممکن دیده نشه. رو از این پی سی و از این پی سی پس روتینگ تیبل رو از اونیا تریسین کانفیگور کنیم. حالا چهار تا روتر بود، شما میتونه جلسه بعدی بین 6 تا روتر کارخونگی شما باشه. هم هم پروتکل EIGRP کانفیگور بکنیم و هم OSPF. سوال امتحان داریم پیشتر یک روتر کانفیگور نشده بود. دقت کنیم سوال اینا چیه؟ بیشتر یک روتر کانفیگور نکرده وقت که پاکت از یک دیسی سن میکرده یکی دیگه برای دو همون سن میشه.
دلیلی که سن میشد ببینیم همین که به شما میگم دوال لینک حالت داره که اگه وقت یک لینک دون بود غیر فعال بود از این طریق دیگه هم باید در رمان میکرد. این رو تر کلاگریت ندیش رو از او نمیتونست اطلاعات رمان کنه. او دم که ارتباط برقرار بود از طریق رو تر بالایی بود. فقط رو تر سی بود و میتونه این کار اگر مسیر